به نام آن که سکوتم را شکست. سپاس ویژه دارم خدمت همه دوستان و سروران فرهیخته در پیج کالج باستانی ایام به کام. این کلیپ رو اختصاص دادم به دازینگ. در کلیپ قبلی یه سری اطلاعاتی رو در مورد دازینگ دادم که گویا دوستان متوجه نشدن و یا اطلاعات بنده ناقص بود. دازینگ چی هست؟ چه کاری میتونه انجام بده؟ تاریخچه دازینگ چیه؟ و ما با دازینگ چه کارهایی رو میتونیم انجام بدیم؟ دوستان اگه شما در گوگل سرچ بکنید یه مردی رو چوب به دست میبینید که به دنبال آب میگرده. من عیناً مطالبی که در گوگل هست رو من یادداشت کردم خدمتتون، خیلی کوتاه، مفید و مختصر عرض میکنم خدمتتون که دازینگ چی هست. میگه دازینگ در دوران رنسانس در آلمان ظاهر شد در سال 1662، حدود 500 سال قبل، به عنوان یک خرافه و عمل شیطانی معرفی میشه دازینگ، که معتقد بودن نیروی شیطانی باعث حرکت چوب میشه و برخی هم از دازینگ برای پیدا کردن زیرخاکی استفاده میکردن. در قرن 17 میلادی دازینگ در فرانسه در بین نیروهای پلیس به کار گرفته شد برای دستگیری مجرمان. در جنگ ویتنام هم از دازینگ برای پیدا کردن زاغه‌های مهمات استفاده میکردن. در اروپا از چوب‌های فندق و هلو از به عنوان دازینگ استفاده میکردن. در دنیای مدرن در سال 2013 در کشور عراق امریکا از دازینگ برای پیدا کردن بمب استفاده میکرد که اسم او دازینگ رو گذاشته بود ADA 561. نقمی بزنیم به گذشته. در سال 1948 تعداد 58 دازر رو برای تشخیص یک منبع آب زیرزمینی میبرن که عملکرد هر 58 نفرشون مثبت بوده. در سال 2006 دازرها محل دفن اجساد رو پیدا میکردن. و بریم، خیلی توضیح ندیم، بریم سراغ نظریه انیشتین. از انیشتین پرسیدن دازینگ چی هست؟ انیشتین عیناً گفته که من به دازینگ همانطور نگاه میکنم که به قدیم به علم نجوم مینگریستند. آنها دازینگ را یک خرافه شیطانی میدانند، اما بنابر آنچه که من میدانم، انیشتین میگه، این نظریه ناعادلانه است. چرا؟ چون چوب دازینگ یک وسیله کاملا ساده است که سیستم عصبی انسان در برابر عناصر خاصی واکنش نشون میده، اما اینکه چگونه چنین چیزی ممکنه علم توجیهی برای آن ندارد. این نظریه انیشتین بوده. بعضی از دانشمندان از جمله ویلیام پریس میگه که وقتی دازرها به مواد معدنی یا مواد خاصی نزدیک میشن، تعداد گلبول‌های خون بدن آنها افزایش مییابد و همین مسئله باعث میشود که دازر به اون سمت هدایت بشه و اون مکان رو پیدا بکنه. دانشمندان دیگه هم میگن که این یک احساسات عمیقیه که بین اون چوب و اون شخص دازر شکل میگیره. خب اینها مطالبی بودن که شما اگر سرچ بفرمایید در گوگل اینها میاد.
و اما من خودم دازینگ رو چجوری معرفی میکنم و چه استفاده ای از دازینگ میبرم. من عقیدم بر این هست که خداوند همه موجودات رو راستگو آفریده، اهم از جمادات مثل سنگ و کلوخ، نباتات مثل درخت و گیاه و جانوران، همه اینها رو خداوند راستگو آفریده به جز انسان که در شرایط خاصی قرار بگیره متاسفانه راست نمیگه. ما میتونیم با استفاده از یک چوب بسیار ساده که مخلوق خداوند هست اطلاعاتی کسب بکنیم محیر العقول که در ذهن نمی گنجه. و اما اینو ما چجوری تهیه بکنیم؟ برای تهیه چوب دازین، دوستان، افرادی که گروه خونی مثبت دارن باید برن سراغ چوب‌های بید، هلو، انار. افرادی که گروه خونیشون منفی هست درخت گز. و اما آیا هر شاخه ای رو میشه به عنوان دازینگ استفاده کرد؟ خیر. از درختی برای دازینگ استفاده بفرمایید که اون درخت رو شخص نکاشته باشه، اون درخت رو شخص آبیاری نکرده باشه، از شاخه از اون درخت استفاده کنید که اون شاخه درخت میوه نداده باشه. پس با این وصف ما باید بریم سراغ درختان جنگلی و خودرو، درخت هایی که تو باغات ما هستند به هیچ عنوان مناسب دازینگ نیستن چون احتمال اشتباه در اونها بسیار زیاده. پس دوستان از درخت هایی استفاده بکنید که انسان نکاشته باشه و انسان اون رو آبیاری نکرده باشه و شاخه‌ای باشه که اون شاخه میوه نداده باشه. زمانی که شما از درخت با این مشخصاتی که عرض کردم شاخه رو جدا کردید، پوست اون شاخه رو جدا میکنید، بعد میبرید خونه با یک شعله گاز این رو به راحتی چون هنوز خیس هست شکل میگیره، شکل که گرفت این رو با نخ به این صورت به هم وصل کنید، یک هفته بمونه. بعد از اینکه یک هفته مون این شکل دقیقاً به این شکل در میاد و شما به راحتی میتونید نخ رو ازش جدا بکنید. آخر سر به این شکل در میاد، ببینید. بعد برای این که شما دستتون با، چون ابتدای کار هستید، دستتون با این قسمت دسته دازینگ استکاک ایجاد نکنه، شما از همون درخت شاخه ضخیم‌تر، اون شاخه دیگه نیازی نیست که حتما یک ساله باشه، شاخه ضخیم حالا اگه میوه هم داده باشه مشکلی نداره، یک تیکه کوچولو انقدی جدا میکنید، ضخیم‌تر داخلش رو سوراخ میکنید، این رو میندازید داخلش، با دسته این رو میگیرید که دستتون با این دسته تماس پیدا نکنه که ایجاد استکاک بشه. و یا موقعی که شما به دازینگ فرمان میدید که برو به کدوم سمت، به سمت چپ یا راست، خدمت شما عرض بشه که به راحتی بچرخه داخل اون دسته‌ای که براش تهیه دیدید. اولین کاری که ما بعد از تهیه دازینگ باید انجام بدیم این هست که از دازینگ بخواییم که قبله رو به شما نشون بده. الان وقتی میگه قبله رو به من نشون بده، ببینید قبله ما الان به این سمته، این دازینگ رفت به سمت قبله. و اما ما چجوری با این مچ بشیم؟
دوستان بعد از اینکه این شاخه درخت رو شما جدا کردید، برای اینکه بدن شما و این چوب هم فرکانس بشن، حداقل در نزدیکی خودتون قرار بدید. حتی شبها موقعی که میخوابید زیر بالشتتون بذارید، زیر متکاتون بذارید، طوری که شما نزدیک این دازینگ بشید و فرکانس بدنتون با این یکی بشه. حتی دوستان موقعی که خودتون تنها هستید میتونید با این دازینگ حرف بزنید. وقتی که با دازینگ حرف زدید، بهترین حرفی که میتونید به دازینگ بگید چیه؟ من برای تو ارزش و احترام زیادی قائلم. من میدونم که تو راستگو هستی. من میدونم که تو سوالات من رو به درستی پاسخ میدی. از تو خواهش میکنم که این دازینگ رو یا تو رو خداوند برای من فرستاده، برای اینکه من پله‌های ترقی رو طی بکنم. من از تو خواهش میکنم سوالی که کردم رو جواب بده. باهاش صحبت بکنید و حتی موقعی که با خدای خودتون راز و نیاز میکنید، در خلوت خودتون دازینگ همراهتون باشه. دوستان با دازینگ مسائل جزئی و سوالات مضحک نپرسید. اگر سوالات مضحک رو بپرسید، یعنی اینکه شأن این رو آوردید پایین و سوالات اصلی رو به شما جواب نمیده. اگر با دازینگ شما عمر کسی رو بزنید، بگید مثلا ازش سوال بکنید که فلانی در چه تاریخی میمیره، خب این که نمیتونه بگه چه تاریخی. شما مثلا باید بگید سال 1400 میمیره، میگه نه، سال 1405 میمیره، 6 7 8 سال 1409. وقتی سال 1409 رو قیچی کرد، همون تاریخ مرگ اون شخص درست هست، اما این دازینگ رو باید انداخت دور. دیگه این دازینگ کار نمیکنه. دوستان، سروران عزیز، از شما خواهش میکنم از دازینگ فقط و فقط در مورد مسائل بسیار مهم، بسیار مهم ازش سوال بکنید. سوالاتتونم در حد بله یا خیر باشه. مثلا میگید که در فلان قسمت، در اینجا اگر باری هست برو به سمت راست، اگر نیست برو به سمت چپ، میره به سمت چپ. اگر در خونه فلانی فلان چیز هست برو به سمت راست، اگر نیست برو به سمت چپ. شما میتونید بهش فرمان بدید، یا اگر فلان جا باری هست یا چیزی هست یا شیئی هست برای من قیچی کن، و این دازینگ براتون قیچی میکنه. برای اینکه کلیپ خیلی طولانی نشه دوستان، من فکر میکنم همه موارد دازینگ رو خدمتتون عرض کردم. انشالله در کلیپ های بعد به سایر سوالاتتون پاسخ خواهم داد. از دوستان عزیز خواهش میکنم کلیپ ما رو شیر بفرمایید، پیج ما رو به دوستان فرهیخته خودتون معرفی بکنید، و در پایان باز هم دعای همیشگی: امضای خدا پای همه آرزوهای زیباتون. گالیور هستم.